امروز آمدیم که از حق مظلوم و بیچاره مردم بیچاره که در افغانستان برآمدن، پیر و زن و جوان همگی رأی دادن، از حق از اون مردم بیچاره ما دفاع بکنیم. این بر علی رأی پاک مردم افغانستان کودتا است. سعودی افغانستان حق خلق ته چې په ډېر بد وخت کې خپل د حیات په قیمت سره یې رای و صندوقو ته لاړ او خپل رای وکارولې، نو د دوی رایو ته احترام وشي. رای مردم میتونه سرنوشت کشور مارتین کنه. دولت کرزی از مردم سالاری رفته به تقلب سالاری، به خاطر پاسداری از آرای شفاف، به خاطر پاسداری از انگشتان قد شده که تا حال خونش خشک نشده. به خاطر اینجا آمده امام رئیس جمهور منتخب میخواهیم، نه رئیس جمهور متقلب و فریبکار. ما میخواهیم که رهبر خود را با انگشتای خود تعیین کنیم و هر فرد یک رای حق دارد، نه که یک فرد 20,000 رای در یک صندوق بریزاند. از ما اندیخنه داده چه داده تخلط به افغانستان، به ثباتی او نور جگر پسی به اوتان بایی. با موجودیت امی کمیسیون موجود هیچ گارای پاک از ناپاک جدا شدنی نیست. با بریدن کلکایشون تمام شد و رفتن رای دادن و انگشتشان را طالبا برید. از اون آمدیم دفاع کنیم. با اونجا 3,000,000 رای تقلب شده، با خرد جمعی مردم بی حرمتی شده. انزجار خود برای تقلب مثلث شومی که در افغانستان انتخابات ما را زیر سوال برده، دموکراسی ما را نابود ساخته، با خاطر که صدای خود برای جامعه جهانی بکشانیم آمدیم مرگ بگوییم برای تقلب، مرگ به مرخیل، مرگ به کرزی، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی، زنده باد عبدالله. نهادی نشدن دموکراسی در افغانستان به ضد متقلبین در اینجا جمع شدیم. حکومت تقلب را قبول نداریم. اگر دموکراسی امروز در افغانستان حاکم نشه، دیگر دموکراسی یک کلمه دروغ است، هیچ معنای خاصی در هیچ سرزمین نداره. تقلب امرخیل، تقلب کرزی، سیزولی، ارگ تقبیح کنیم. تا اعتراض خود در مقابل تقلب وسیع و گسترده ای که کمیسیون نامستقل انتخابات انجام داده، اعتراض خود به گوش جهانیان برسانیم. به خاطر آزادی افغانستان، به خاطر استقلال افغانستان، به خاطر ملت افغانستان، به خاطر وحدت مردم افغانستان، به خاطر تمامیت ارضی افغانستان ما به اینجا آمدیم. بر علیه تقلب و تقلبکارا اینجا آمدیم تا صدای خود را بلند کنیم و همچنان حمایت خود، همنوایی خود با مردم افغانستان در داخل افغانستان ابراز کنیم. بگذارن آن چیزی که مردم انتخاب کرده، آن چیزی که مردم میخواد، اما باید به کرسی بنشینه. فرط خود، انزجار خود را و اعتراض خود را بر علیه تقلب و بر علیه متقلبین اظهار بکنیم. خواستم باید که رای پاک از رای ناپاک جدا شوه. به خاطر دفاع از آرای مظلوم و بیچاره مردم افغانستان. میخواه وطن ما را اقوامای مختلفه با هم بندازه، همه متوجه باشند. این عمل کمیسیون انتخابات و عمل کرزی تقبیه کنیم. افغانستان صاحب یک حکومت مردمی شوه و مردم سالاری نهادینه بگرده در افغانستان. فرزندی که انگشتان خود را از دست داده در انتخابات، مادری که فرزندان خود را از دست داده در انتخابات، اینا همگی هیچ کدام آرزو نداشتند که چنین تقلب گسترده از طرف تیم حاکم صورت بگیرد. همه ما نبگیم به تقلب و به می پروگرامی که فیران در کابل جریان داره و مردم ما را در بنبست سیاسی کشاندید. حالات فعلی که در افغانستان جریان داره و تقلب گسترده که در افغانستان شده، ما حق خود را می‌خواهیم. ایا خواستن که اراده ملت به بازی بگیرن، ما آمدیم صدای عدالت‌خواهی خود را بلند کنیم و بگوییم که ملت پیروز است. ما تقلب نمی‌خواهیم، ما یک دموکراسی می‌خواهیم، ما حکومت مردم سالاری می‌خواهیم. کسی که تقلب کرده باید اونا به معادلت کشیده شود. سازمان ملل از اوضای افغانستان ناواقف هستند که جریانات انتخابات ما تقلب زیاد صورت گرفته. ما اینجا امروز آمدیم که رای پاک از ناپاک تفکیک شود و حق به حقدار برسد. تقلب را محکوم میکنیم. رای مردم افغانستان دفاع کنم و خون ملت دفاع شوه، از انگشتای قدای ملت دفاع شوه. جنبش تقلب حق مردم افغانستان میگیرد. به خاطر از این آمدیم که یک انتخابات شفاف و عادلانه میخواهیم و نمیخواهیم که حق مردم تلف شوه. تا حکومت مردم سالاری و شایسته سالاری به میان بیا و بگذارین بالاخره فریاد رسای مردم تبدیل به حکومت مردمی شوه. باید اینجا یک کمیسیون عادل برپا شوه که حقوق مردم افغانستان پایمال شده. در اینجا نفرت و نفر خدا به ضد مثلث خائنانه که از زرق رهبری میشد اعلان کنیم. کسایی که رای پاک دادن میخوایم از رایشان دفاع کنیم و کسایی که شستایشان قطع شده میخوایم از شستای قطع از اونها دفاع کنیم. ما نمیگیم به تقلب و اونایی که واقعا خیانت کردن
به محکمه سپرده شوند. گوش جهانیان برسانیم که مردم افغانستان با انگشتانشان قطع شده، سر بریده شدند تا به این روز رسیده که دموکراسی در کشور تطبیق شود و کسای خائنین ملت افغانستان، دشمنان مردم، قسم خورده مردم افغانستان با تقلب، تحقیر و توهین ملیت پرستی دموکراسی را دفن ساختند. خاطره که بگویم نه بر تقلب، همه تقلب کارا باید محکمه شود و با پای عدالت کشانده شود. رای ناپاک از رای پاک جدا شود و نبگیم بر تقلب. در افغانستان تقلب گسترده ای شده. ما آمدیم به خاطر که امی انتخاباتی که در افغانستان صورت گرفت واقعا یک انتخابات شفاف نبود. کسی که در نتیجه تقلب به کاخ ریاست جمهوری میره، حکومتش نه مشروعیت داره و نه مقبولیت. مرگ به تقلب بگیم، از رای پاک مردم دفاع کنیم. کلک مردم قطع شده، حق مردم هم میخواهیم. خواهیم که به درد وطن ما صلح باشه، حق مردم به حقش حقدارش داده شود. از حق مردم، از حقوق مردم دفاع میکنیم و میخواد دادیم که صدای ما به تمام جهانیان برسانیم. کواز خود از زده ظلم تقلب جعل بلند کنم. پیغمبر خدا فرموده است من غش فلیس مننا، کسی که تقلب کنه از ما نیست. به خاطر سادگی در مقابل بیداد، فاشیسم، تقلب. جامعه تا از حق خود، از رای خود دفاع کنیم، از رای مردم افغانستان، از رای مردم مسلمان افغانستان. ما نمیخوایم جنگ، ما نمیخوایم، ما میخوایم صلح. ما اینجا آمدیم به خاطر که انزجار صدای خدا به گوش جهانیان برسانیم تا از تقلبات گسترده ای که در افغانستان توسط یک ده انسان‌های خائن مفسد صورت گرفته را جلوگیری صورت بگیره. اینا این پروسه ملی و مردمی را با چالش کشیدن، تقلب کردن و مشروعیت از زیر سوال بردن. آمدیم تا اینکه از اونمو شجاعت و از اونمو مردانگی مردم خود و از اونمو حماسه را کافریدن دفاع بکنیم و اعتراض خود را به گوش سازمان ملل، به گوش جامعه جهانی و به گوش او افراد برسانیم. اظهار همدردی به او هموطنایی کنیم که از حق حقیقی انتخابات استفاده کردن، ولی متاسفانه با دست دادن کلک هایشان حقشان تلف شده. این بچه چور و چپاول رفته از طریق عقل‌نشینان و کسایی که در کمیسیون انتخابات هستند. ما به خاطر که رای که در اینجا انداختن تمام هموطنان ما، زن 90 ساله‌ای که رفته، ما حق از او را دفاع میکنیم. به خاطر دفاع حرمت از او ما امروز در سرکا با آمده ایم. آینده وطن عزیز خود افغانستان را روشن‌تر بسازیم. به خاطر آزادی افغانستان بدرد. با یک صدای تقلب محکوم کردیم. بگویم که آقای امرخیل به سزای مالش باید برسه. افراد یا تقلب خود کرزه است. اینا یک دسیسه جور کردن که افغانستان به بحران بکشن، وطن و میخواهند که به طرف بحران سوق بتن. تمام تقلب توسط کرزه صورت میگیرد. ما آمدیم به خاطر که در افغانستان فراد صورت گرفته، تقلب شده، کمیسون تقلب کرده، رای مردم خوردن و مثلث شوم ارگ امرای کمیسیون نامستقل انتخابات میخواهد که افغانستان به بحران بکشاند. و شما میبینه با هزاران نفر در اینجا علیه متقلبین شعار مرگ بر متقلبین میتن. ما آمدیم که بعد کرزه بگویم دوریت خلاص شده، دیگه بعد از این دیگه تو حق نداری که در ریاست جمهوری بشینی. از این آمدیم که تقلب برمنا بسازیم و اگر جلو تقلب را نگیرن، این کار شوخی بردار نیست که ما اینجا آمدیم سادری بباشد. با مشت در دانش میزنیم، به زور پایانش میکنیم، 30 سال جنگ دیم تا کسن دستیم میجنگیم، از حق خود دفاع میکنیم، دموکراسی را در وطن خود نهادی نمیکنیم، از حقوق مردم خود در جنوب، در شمال، در شرق حمایت میکنیم. 30 سال مقاومت کردیم، در دهن قشین سرخ زدیم، در دهن کرزی با تیم ارگش هم میزنیم. اشرف غنی، احمد زای با امرخیل با دار اوزان میگیم مثل صدام حسین، مثل قذافی. کمیسیون دشمنی است با قانون. تقلب کمیسیون دشمنی است با قانون.